همکارم محسن مایمنی اینجا در استودیو ما را همراهی میکنه. خبر خیلی زد و نقیزه درباره آنچه امروز اتفاق افتاد مقابل بنیاد شهید. چه گفته شده؟ چی میدونیم تا این لحظه؟ صبح خب این خبر بیرون اومد که در خیابان طالقانی تهران مقابل بنیاد شهید در جریان یک تجمع فردی به ماموران انتظامی تیراندازی کرده و دو نفر از ماموران مجروح شدند. بعد خبر دیگه که از توسط همین مقام های انتظامی اعلام شد که 3 نفر از ماموران مجروح شدند. این یکی از تناقضها است که سر تعداد نفرات تناقض در اخبار وجود داره و ساعتی بعد دوباره اعلام شد که 4 مامور انتظامی مجروح شدند و مورد هدف این تیراندازی قرار گرفتن. این یکی از ابهامات سر تعداد افراد بوده. مسئله دوم سر هویت افراد بوده که به صورت رسمی اعلام نشده که این ماموران چه کسی بودن، ولی خبرگزاری برنا و جام جم آنلاین دیرتر اعلام کردند که یکی از این افراد جانشین رئیس عملیات پلیس امنیت پایتخت بوده که مجروح شده و به بیمارستان منتقلش کردند. درباره دلیل این تیراندازی مسئله مهمی که وجود داره این که هرچه توضیح یا خبر بیرون میاد توسط مقامات بر ابهامات خبر افزوده میشه. همونجوری که خبرها رو دنبال کرده باشید اشاره شد که یکی از مقامات گفت که اختلافات ملکی انگیزه ضارب بوده و این ضارب روز گذشته در شهریار 4 نفر رو به قتل رسونده، ولی خب اخبار رو که دنبال می‌کردیم اخباری به صورت شفاف بیرون نیومده بود که دیروز در شهریار 4 نفر به قتل رسیده باشن و این خبر داره امروز اعلام میشه. باز یک مقام دیگه قضایی اعلام کرده که اختلافات مالی دلیل این مسئله بوده. خب از این جدا بشیم ببینیم که در مرکز تهران چرا این اتفاق افتاده، چرا ضارب از شهریار اومده تهران و این کارو کرده. در این زمینه یک فیلمی منتشر کردن مقامات قضایی و خبرگزاری‌های در واقع دولتی ایران که میشه لحظاتی از اون رو ببینیم که باز خود این فیلم هم بر تناقضات اضافه کرد. این دقایق از این فیلمو اگه با هم ببینیم بعد اگر این فیلم آماده است بتونیم ببینیم. اینجا فکر کردم که پلیس من شناسایی کردن، رفته بودم تهران به خاطر این که فکر کردم اونو شناسایی کردن پیش دستی کردن. خب تو بودی اینجا میخوای کسای دیگر رو تیر بزنی، کیا رو میخواستی به شلیک کنی؟ بر چی تهران اومدی؟ اومده بودم تهران دیگه اونا من شناسایی کردن من تیر دادم. خب چرا اومدی تهران؟ همین دیگه همین. نه میخواستیم گفتن که شما میخواستین یه تعدادی دیگر هم اینجا با تیر بزنید تا اون کسایی که اختلاف داشتید. خب ببینیم اونا کیا بودن، آیا بهشون رسیدید؟ هر کس که میگن همونا هم دیگه. خب نه خودت کیا رو میگی؟ خود شما مد نظر کی بود؟ من تهران کسی مد نظر ندارم. چی فکر می‌کنین راجع به این ویدیو؟ خب این ویدیو رو همونجوری که نگاه می‌کنیم لحظات دیگه از این ویدیو اشاره میشه. وقتی خبرنگاران می‌پرسن که تهران چه کسان دیگه‌ای رو می‌خواستی مورد هدف قرار بدی، این ضارب هیچ پاسخی نمیده و چند بار ازش این سوال تکرار میشه و نهایتاً میگه که هرچی که مقام‌های نیروی انتظامی بگن، یعنی خودش جوابی نمیده. و یکی از خبرنگارا در قسمتی از این فیلم اشاره می‌کنه که چیکار کردید با این طرف که داره میگه هرچی که شما بگید در جواب سوالات. نکته دیگه که مهم هست در این قضیه این اشاره شد که اتفاق افتاده در خبرگزاری، ولی هیچ اشاره‌ای نشد که این تجمع چه بوده. سابقه اخبار رو نگاه بکنیم، در ماه‌های گذشته بارها تجمعات معیشتی از سوی خانواده در واقع مجروحین و جانباختگان جنگ ایران و عراق تجمع صورت گرفته، تجمعات معیشتی و اعتراضی جلوی بنیاد شهید، و این تجمع الان در خبرگزاری رسمیش پرداخته نمیشه، ولی در کانالی که منصوب یا در واقع میشه گفت که نزدیک هست به سپاه پاسداران الان اومده انتقادی مطرح شده به رئیس بنیاد شهید که چرا این تجمعات رو مدیریت نکردید، به مطالبات مردم رسیدگی نکردید و الان این تجمع اعتراضی صورت گرفت و در قالبش این تیراندازی به ماموران امنیتی و مقامات امنیتی صورت گرفت. بسیار عالی، از توضیحاتت ممنونم. همکارم محسن مایمنی اینجا در استودیو با من همراهی می‌کرد.